همراهان عزیز رادیو نشاط، درود فراوان. در ادامه سری برنامه‌های آموزشی درباره ویزای تحصیلی استرالیا با آقای مصطفی هماپور از شرکت ویزا پیک هستیم و امروز ششمین برنامه هست. در این برنامه شرایط مهاجرت دانشجویی با تفکیک سن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سلام آقای هماپور، به برنامه امروز خوش اومدین. سلام، وقت شما بخیر باشه و سلام خدمت همه شنوندگان عزیز. خیلی ممنونم از اینکه در برنامه امروز هم حضور دارین. قبل از شروع برنامه اخبار جدید رو بگید. ببینید، خب درباره ویزای تحصیلی اخباری که ما جدید داشتیم، خب رنکینگ کشور ایران بود. اگه یادتون باشه در مورد رنکینگ صحبت کردیم، گفتیم رنک های کشورها در واقع رنک 1، 2 و 3 دارن که 1 بهترینه، 2 متوسطه و 3 رنک ضعیف هستش و گفتیم این رنک ها تأثیری که داره روی ویزای دانشجویی هستش. خب ایران از اپریل 2023 رنکش 1 شده بود که فوق‌العاده خوب بود، ولی خب متاسفانه هفته گذشته رنکمون به 2 رسید، یعنی یه دونه رنکمون پایین اومد. همچنان 2 رنک بعدی نیست، خوبه، امیدوارم که رو همین 2 بمونیم. حالا بعد بریم جلو ببینیم چه جوری میشه شرایط دیگه. دوستانی که با ویزای دانشجویی اقدام میکنن خیلی مهمه اگه که ویزاشون رو میگیرن واقعا متعهد باشن به ویزای دانشجوییشون، چون عدم تعهدشون وقتی که میان استرالیا اگه درس رو ول بکنن یا به حال به نوعی پایبند نباشن به تعهداتی که دادن، خب بعضیا میرن برای ویزاهای مثلا پناهندگی اقدام میکنن توی دانشجوها و از این قبیل عدم تعهدهایی که اتفاق میفته باعث میشه که رنک ویزا پایین بیاد و رنک کشور پایین بیاد و رنک کشور هم که پایین بیاد و همه مجبورن که دانشگاه‌های بهتری رو انتخاب کنن که هزینه‌هاش خب بیشتر هستش. ولی فعلا شرایط حالا با رنک 2 خوب هستش، یعنی مشکل خاصی ایجاد نمی‌کنه رنک 2، فعلا شرایط خوب هستش فعلا. خب خدا رو شکر. آقای هماپور، بریم برای هر سن کمی با تفکیک شرایط رو برای ما بررسی بکنین. آره، ما امروز می‌خوایم با تفکیک سن کمی به شرایط ویزای تحصیل بپردازیم، چون وقتی که کلی میگیم خب سنهای مختلف شرایط مختلفی واقعا دارن و اصلا قابل مقایسه هم نیست شرایط با هم دیگه. اگه موافق باشین من سنها رو حالا بر اساس سلیقه به 4 دسته تقسیم بندی کردم: 18 تا 29 سال، 30 تا 35 سال، 36 سال تا 43 سال و در واقع 44 به بالا. با این تفکیک اگه موافق باشین حالا میتونیم جلسه رو شروع بکنیم. ببینید، خدمت شما بگم که برای 18 تا 29 سال خب این رده سنی خیلی مناسبی هست برای ویزای تحصیلی. و حالا برای این رده ما میتونیم یه رنج شهریه مثلا 10,000 دلار در سال تا 30,000 دلار در سال رو لحاظ بکنیم. 10,000 دلار برای کسایی که میخوان بیان کالج، 30,000 دلار برای کسایی که میخوان بیان دانشگاه. نمره زبانی که اینجا میتونیم لحاظ بکنیم از زبان 0 میتونیم حساب بکنیم، کسایی که بیان با کلاس زبان بیان استرالیا و بعد برن وارد دوره بشن، اونایی که میخوان کالج برن، و تا زبان 6.5 آیلتس یا PTE که PTE معادل که حالا خب کسایی که میخوان دانشگاه برن یا نمره زبان دارن میتونن تو این رده با این نمره زبان باشن. میخوام یکم در مورد مدرک تحصیلی هم اینجا صحبت بکنم برای رده 18 تا 29 سال. ببینید، ما اینجا از مدرک دیپلم میتونیم اقدام بکنیم. خب کسی که مثلا دیپلم داشته باشه و سنش برفرض 20 سالش باشه، خب این خیلی مناسب هستش هم برای کالج هم برای دانشگاه، یعنی میتونه با همون شهریه کم 10,000 دلار بیاد یا اگه خواست بره دانشگاه شهریه بیشتر بده دانشگاه بره. ولی اگر که مثلا سن بالای 25 سال باشه و شخص مدرکی نداشته باشه، دیگه دانشگاه معمولا برای مقطع لیسانس قبول نمی‌کنه یا به سختی قبول می‌کنه. با این شرایط کسی که بالای 25 سالش هستش و مدرک تحصیلی تو ایران نداره، دیگه باید بیاد روی کالج اقدام بکنه. روی کالج همچنان شانس برای اقدام توی این مقطع هستش. اگرم که توی این رده سنی کسی بود 18 تا 29 سال و مثلا مدرک لیسانس داشت، حالا میتونه بیاد توی استرالیا برای مقطع
فوق لیسانس مثلا برای دانشگاه اقدام بکنه، یا بیاد توی کالج و یکی از مقاطع کالج رو برداره اگه میخواد که با اون شهریه سالی 10,000 دلاری که اولش گفتیم درست. اقدام بکنه. دیگه بستگی به این ترکیبی از سن و مدرک و نمره زبان و پولی که میخواد بده، توی این رنج ها میتونه برای خودش یک شرایطی رو انتخاب بکنه. ما در حال حاضر با توجه به شرایطی که داریم ریسک ویزا رو تو این در واقع رده 18 تا 29 سال بالای 90 تا 95 درصد میتونیم در واقع احتمال قبولی ویزا رو بذاریم. یعنی یه ریسک 5 تا 10 درصدی تو این بازه داریم که حالا بسته به کیس میشه گفت که ریسکش از چه شخص دیگری بیشتر هست یا کمتر هستش. این میشه رنج در واقع بازه ما که رنج 18 تا 29 سال که شرایط مختلفش رو بررسی کردیم. اگه کسی تو این رنج باشه و هیچ نمره زبانی نداشته باشه و بتونه شهریه خودش رو پرداخت بکنه برای یک ترم، خب یک سالش برای کالج میشه 10,000 دلار، برای دانشگاه میشه 30,000 دلار، برای یه ترمش میشه نصف این مبلغ، مثلا برای کالج میشه 5,000 دلار، برای دانشگاه میشه 15,000 دلار. اگه بتونه اینو پرداخت بکنه، هزینه بیمهش رو پرداخت بکنه و هزینه پروازش هم بده، میتونه بیاد استرالیا. حالا دیگه تو استرالیا هزینه زندگیشو داره و خب اونو دیگه باید بیا اینجا کار بکنه یا حالا با خودش بیاره اون هزینه زندگی رو، ولی امکانش رو داره که بیاد اینجا کار بکنه. بچه‌هایی که تو این رنج هستن معمولا یا مجردن یا متأهلن، کمتر بچه دارن. اگر که مجرد باشن هزینه‌های بیمه‌شون چیزی بوده شاید ماکسیموم مثلا 1,000 دلار در سال بشه. اگر که متأهل باشن هزینه‌های بیمه‌شون چیزی حدود 4 تا 6,000 دلار در سال میشه که از نوع بیمه متعهلی خب گرونتر هستش. بیمه رو باید پرداخت بکنن وقتی که دارن ثبت نامشون رو انجام میدن. برای هزینه هایی که باید داشته باشن که پرداخت بکنن موقعی که میخوان، تو این بچه هایی که تو این رنج سنی هستن، هزینه یک نصف شهریه سال اوله که گفتیم 10,000 دلار تا 30,000 دلار شهریه سالانه است، پس به کالج و دانشگاه، هزینه بیمه است و هزینه بلیط هواپیماست. باید این هزینه رو داشته باشن به اضافه هزینه ویزای دانشجویی که حالا اگه مجرد باشن حالا حدود 800 دلار، اگه متأهل باشن 1,000 خورده دلار باید پرداخت بکنن که حالا به نسبت هزینه‌های کل هزینه زیادی نیستش. اینا رو باید داشته باشن که بتونن ویزا بگیرن و بیان استرالیا. دقت کنید برای اومدن بلیط پرواز هم باید داشته باشن. بلیط رو خب میتونن اگه زودتر از قبل بلیط تهیه بکنن با چیزی حدود 2,000 دلار بلیط رو تهیه بکنن، ولی خب بلیط هر چقدر که نزدیکتر بشه به در واقع تاریخ پرواز خب قیمتش بیشتر میشه. بازم تاکید میکنم اینا هزینه های از زمانی که شما شروع میکنین تا میخواین برسین به استرالیا. برسین به استرالیا دیگه هزینه های داخل استرالیا است که شامل هزینه های مسکن و هزینه های خورد و خوراک میشه که خب بعد از تو برنامه بعدی کامل در مورد این مفصل با هم دیگه گپ میزنیم. این میشه در واقع رنج سنی اوله. رنج سنی دوممون رنج سنی 30 تا 35 سال من قرار دادم. رنج سنی 30 تا 35 سال بازم چون امکانش اپلای روی کالج رو همچنان دارند، در واقع باز شهریه از 10,000 دلار تا 30,000 دلار میشه. 10,000 دلار برای کالج و 30,000 دلار برای دانشگاه میشه که باید نصف این شهریه رو پرداخت بکنن تا بتونن ویزای خودشون رو بگیرن. نمره زبان برای رنج 30 تا 35 سال، خب نمره زبانی که ما اینجا لحاظ میکنیم باز میتونه سقفش تا 6.5 باشه، یعنی اگه دانشگاه بخوان برن نمره 6.5 باید داشته باشن. اگه بخوان کالج برن مثلا حدود نمره 5 حتی پایین تر هم میشه که برای کورس زبان بخوان قبلش اقدام بکنن، ولی برای دانشگاه اگه بخوان برن 6.5 میخوان، نهایتا یک نمره کمتر رو میتونن داشته باشن، این 5.5 داشته باشن توی دانشگاه که بتونن کورس زبان بگیرن بقیه‌اش رو تا 6.5 پر کنن، ولی برای کالج میشه با نمره 5 و حتی پایین‌تر توی این مقطع با کورس زبان در واقع جبران کرد نمره زبان رو. بیمه‌ای که باید بگیرن باز بسته به اینکه مجرد متعهد یا بچه دارن
بیمه باید مشخص بشه. برای مجرد گفتیم 1000 دلار، برای من دیگه قیمت ها رو رفته رفته تکرارش کمتر میکنم، بله برای متأهلا حدود 4 تا 6 هزار دلار، برای کسانی که بچه دارن دیگه هزینه های بیمه شون حدودا 9000 دلار، اگه یه بچه داشته باشن 9 تا 11000 دلار حدودا درست. هزینه های بیمه شون میشه، ممکنه یکم بالا پایین باشه دیگه حالا بسته شرایط هر کیسی. بله درست. گفتیم باید ترم اولش پرداخت بکنن. اینجا حداقل مدرکی که کسی که 30 تا 35 سالش هستش بهتره که داشته باشه کاردانی یا لیسانس هستش، یعنی دیگه درسته. این مدارک رو داشته باشه، چون اگه کسی با دیپلم باشه و مثلا 32 سالش باشه این سخت میشه بعدش براش درسته. پذیرش گرفته، نشدنی نیست ولی سخت‌تر میشه. اگر کسی کاردانی داشت و تو این بازه رنج سنی 30 تا 35 سال بود، معمولا ما بهش آفر کالج رو میدیم، به خاطر اینکه با کاردانی نمیتونه وارد مقطع فوق لیسانس بشه توی دانشگاه. بله. اگر لیسانس داشت هم میتونه کالج رو انتخاب بکنه هم میتونه دانشگاه رو انتخاب بکنه. شانس کالج حدودا اگر تو این رنج سنی حدود 70 تا 75% براش برای اینکه ویزا بشه، ولی شانس دانشگاه میتونه بالای 90% باشه براش چقدر؟ تو این مقطع سنی، حتی تا 95%. گفتیم اگه زبان ضعیف بود در این مقطع سنی اون وقت باید پکیج زبان بگیره که عموما به سمت کالج برده درست. میشه. بله. این میشه در واقع شرایط افرادی که 30 تا 35 سالشونه، افراد خیلی زیادی هستن تو این رنج سنی که برای درست. ویزای اسکیل ورکر اقدام کردن، به نظر من فوق‌العاده براشون میتونه این بازه مناسب باشه برای اینکه کنارش یه ویزای تحصیلی بگیرن و بله. به حال بیان تایمشون رو تو استرالیا بگذرونن و کار بکنن و به هر حال جا بیفتن توی محیط. بله. رنج سنی بعدی 36 تا 43 سال هستش. خب اکثر افرادی که تو این بازه سنی قرار میگیرن در واقع متأهل هستن، بخش شاید باز قابل توجهی بچه دارن. توی این رنج سنی ما دیگه بیشتر میریم به سمت برنامه های دانشگاهی و کمتر به سمت برنامه های کالج میریم، بنابراین باز امکان کالج رفتن هست ولی سخت میشه. کالج ها معمولا وقتی که سن بالای 35 سال که میشه سختتر آفر میدن کالج هایی که داخل استرالیا هستن، بنابراین ترجیح ما اینه که اینجا حداقل مدرک لیسانس وجود داشته باشه که بتونیم برای یک ارشد اقدام بکنیم. نمره زبانی که اینجا میخوایم 6.5 هست، ولی اگر یک نمره کمتر هم داشته باشین، یعنی 5.5 هم داشته باشین، میشه از دانشگاه در واقع کورس زبان رو باهاش پکیج کرد و گرفت. و شهریه که اینجا باید پرداخت بکنین حدود 25 تا 35 هزار دلار باز برای دانشگاه، 30 هزار دلار میانگینش هستش که باید نصفش رو پرداخت بکنین، یعنی 15 هزار دلار رو باید پرداخت بکنین. من وقتی میگم 30 هزار دلار ممکنه یکی بتونه با 27 هزار دلار ثبت نام بکنه، بستگی داره که چه حالا چه آفری از دانشگاه گرفته میشه، چقدر تخفیف از دانشگاه گرفته میشه. میشه با حدود 30 هزار دلار تقریبا این کار رو انجام داد. توی رنج سنی 36 تا 43 سال شانس قبولی در دانشگاه، مادامی که ما ریسک 2 هستیم، اول برنامه هم گفتیم ریسک فوق العاده رو شانس تاثیر میذاره، مادامی که ما تو ریسک 2 هستیم باز بالای 90% برای این در واقع رنج سنی هم میشه ویزا گرفت. اگر که کالج بخوایم بریم دیگه شانس کم میشه، بین 50 تا 60% میشه تو این رنج سنی که خب کمتر پیشنهاد کالج رو میکنیم. اینجا رنج سنی بعدیمون 44 سال هست که خب 44 داشتی تو رنج سنی قبلی، باز دوستانی که برای اسکیل ورکر اقدام کردن اکیدا من توصیه میکنم که با ویزای تحصیلی تا وقتی که رنک ما هنوز 3 نشده بیان استرالیا، 3 بشه کارشون سخت تر میشه از این نظر که دیگه باید بیان رو دانشگاه های خوب اپلای بکنن. رده سنی بعدی 44 به بالا هستش. 44 به بالا ما معمولا پیشنهادمون خب هم میتونه دانشگاه باشه هم میتونه کالج باشه، صرفا مثلا روی یک دوره زبان، یه چیزی شبیه یک ویزای توریستی ولی
در واقع ویزای تحصیلی از جنس کالج برای زبان. درسته. اگر که کالج اقدام بکنن توصیه نمی‌کنیم با خانواده اقدام کنن، یکم سخت میشه ترجیحاً مثلا اول خودشون اقدام کنن بعد که ویزا شدن برای خانواده‌شون اقدام کنن. اگر که برای دانشگاه اقدام میکنن میتونن با کل خانواده بزنن. شانس ویزا رو تو این رنج سنی ما حدوداً 50% میذاریم. شهریه دانشگاه رو که گفتیم خب 30,000 دلار، شهریه کالج برای کلاس زبان حدوداً هر در واقع ماه میشه حدوداً 1,000 دلار شهریه زبان گذاشت که حدوداً باید پرداخت بکنن و بیشتر خب دوره زبان پیشنهاد میکنیم تو این سن که خب بتونن در واقع ویزا رو بگیرن. مسئله خیلی مهمی که توی این سن وجود داره در سن 44 سال به بالا اینه که خب دیگه شما فرصت زیادی برای این که بیاین استرالیا و شانس‌های ویزاهای پس از تحصیلتون رو انجام بدین ندارین. خیلی از دوستان میپرسن که خب ما فرض برای این که ویزا هم گرفتیم اومدیم رسیدیم استرالیا، خب بعدش باید چی کار بکنیم؟ بعدش که ما شانس ویزای پس از تحصیلمون سخت میشه برامون. خب ببینید جواب این است که خب چندین سناریو اینجا مطرحه. یکی این که افرادی که با 44 سال به بالا میان استرالیا، خب اول باید بدونن که شانس ویزای پس از تحصیلشون خیلی، در واقع ویزای اقامت پس از تحصیلشون خیلی کم هستش، ولی همچنان شانس هایی وجود داره. مثلا میتونن بیان تو شهرهای ریجنال. من توصیه میکنم اگه کسی 44 سال داره میاد و قصد اقامت داره در آینده حتما شهر ریجنال بیاد، به خاطر اینکه حداقل بتونه از شانس‌های ریجنالش بعدش استفاده بکنه. و توی ویزاهای کارفرما اگر که بتونن بالای ترشهولد یا اون سقف حقوقی که اعلام میشه رو از کارفرما اسپانسر بگیرن، جاب اسپانسر بگیرن، اون میتونه یه راهی باشه براشون برای اینکه بتونن به قول معروف این سن رو ازش عبور کنن. مثلا فرض کن یه نفر 45 سالشه اومده توی شهرهای ریجنال، پرت، ادلید، شهرهای مختلف ریجنال و اونجا درس میخونه، یه کارفرمایی پیدا میکنه، کارفرما توافق میکنه باهاش که بهش حقوق بالاتر از در اون ترشولد سقف بده که حالا بسته به اون تایمی که میان یه چیزی حدود 160 هزار دلار به بالا هستشون حقوق، که خب حقوق خیلی زیادی هست تو استرالیا و تو حالت معمول واقعا نمیدن حقوق، بیاد و اقدام بکنه. در حال دیگه این یه راه، خب راه سختی هم هستش، ولی اگر بتونن که حالا با کارفرمای این توافق داشته باشن، یعنی کارفرمایی پیدا بکنن که این حقوق بهشون بده، این یکی از راه هاست که آسون نیست راهش برای افرادی که بالای 44 سالشونه که بتونن ویزای سپانسر کارفرما بگیرن و بتونن تو استرالیا به حال بمونن. بازم میگم خب راه زیاد راه آسونی نیست، یعنی این راه ها راه های خیلی کمی هست و سخت هم هست واقعا این راه ها. اگر نه میخوان بیان استرالیا رو تجربه کنن، تو استرالیا درس بخونن، تجربه این کشور رو داشته باشن، خب میتونه این فکر خوبی باشه. اگر که ویزا بهشون داده بشه، چون به هر حال بالای 44 سال ویزای تحصیلی هم واقعا گرفتنش سخت میشه. میگم شانس شاید بشه گفت 50%. ما داشتیم کسایی که ویزا شدن، میگن من اصلا هیچ شانسی نمیدونم، ولی ما داشتیم کسایی که ویزا شدن. و بر فرض مثال اگه کسی استاد دانشگاه باشه میاد استرالیا و اگه بتونه توی دانشگاهی کار پیدا بکنه، دانشگاه اسپانسرش بشه، اون وقت میتونه باز استاد دانشگاه از در واقع اون سن رو به قول اینجا ویور سن استفاده بکنه و سن رو رفع بکنه، اون مشکل سن رو. در واقع سخت میشه یکم فضا براشون. این افراد باید خب چون اگر که کالج اقدام میکنن برای زبان دیگه بیمه مجردی میگیرن اول، بعد که خانواده جون شد بیمهشون رو دیگه به صورت کاپل یا به صورت فامیلی در میارن. این در واقع یه تفکیکی از شرایط ویزای تحصیلی هستش با توجه به رنج سنی. بازم تاکید میکنم همه هزینه ها هزینه هایی هستش که شما انجام میدین، شامل حالا وکیل، ویزا، هزینه های بلیط، هزینه های بیمه، هزینه شهری نصف یک سال تا شما پاتون به استرالیا برسه. وقتی که اومدین استرالیا دیگه از اونجا به بعد هزینه های زندگی به شما اضافه میشه که اونو باید در موردش صحبت بکنیم.
آقای هماپور، در مورد شهریه دانشگاه که صحبت کردین، یه بحث تمکن هم وجود داره. در مورد این بیشتر برامون توضیح بدین. بله، ببینید یه نکته ای که خیلی مهمه، که خب خیلی از افراد اشتباه میگیرن این نکته رو، اینه که تمکن رو با شهریه قاطی میکنن. ببین تمکن به معنی این که شما باید بیایی نشون بدی که به اندازه یک سال پول تحصیلت رو داری، به اضافه هزینه بلیط هواپیمات که باید پرداخت بکنی، بیمه و شهریه که باید بدی، یعنی شهریه و هزینه زندگی و بیمه و هزینه بلیط. یعنی استرالیا میخواد مطمئن بشه که تو به اندازه یه سالت پول داری که داری میای استرالیا و روی استرالیا حساب نمی کنی. اینه بهش میگن تمکن، که شما باید تمکن رو توی ایران، حالا راهکارها و روش‌های مختلفی داره نشون دادن تمکن، خب شما باید تو ایران بتونید نشون بدی که اینو داری. بعضیا پرینت بانکی استفاده میکنن، بعضیا سند ملکی نشون میدن، بعضیا روش‌های مختلفی داره گرفتن تمکن. بعضیا پولی دارن که تو حسابشون میذارن چند روز و بعد پرینت میگیرن. خیلی متفاوته تمکن، و حتی دانشگاه‌ها و کالج‌ها و خود اداره مهاجرت با روش‌های مختلفی تمکن رو بررسی میکنه. خوشبختانه توریست که یک که ما بودیم که عالی بود، اصلا تمکن تو خیلی از حالت ها نیاز نبود نشون داده بشه طبق قانون استرالیا. تو وقتی که تو دو هستیم، ریسکمون الان دو هستش، گفتیم از هفته پیش دو شدیم، بازم تو ریسک دو، اگر که مرکز آموزشی که انتخاب میکنیم ریسکش سه نباشه که ما تو نقطه پر ریسک بیفتیم، چون کشور ریسک دو با مرکز آموزشی ریسک سه تو نقطه پر ریسک میفته، تمکن الزامی میشه. ولی اگر ما مرکز آموزشی ریسک یک یا دو انتخاب بکنیم، اون وقت ما هم کشور دو هستیم و همچنان تو نقطه پر ریسک نیستیم و تمکن الزامی نیست از نظر اداره مهاجرت تو این حالت. ولی ما معمولا رو کیس همون تمکن رو میذاریم برای اینکه کیس رو تقویت بکنیم. تمکن هم راه‌های مختلفی داره، باید ببینیم شرایط افراد در واقع چجوریه، کیس بای کیس ببینیم که چجوری میتونن تمکن رو نشون بدن. فرق تمکن با شهریه اینه که تمکن شما توامندی مالیتون رو نشون میدین، اما تو شهریه شما پول رو پرداخت میکنین، پول میزی به حساب دانشگاه. و اینا با هم دیگه فرق دارن. پولی که شما باید نقد داشته باشین تا بتونین بیاین برسین استرالیا، مثلا برای یه نفری که میخواد بیاد کالج بخونه، شما باید پول نیمی از شهریه تحصیلتون رو بدین. برای مثال، برای یک کسی که میخواد کالج بخونه 5000 دلار این باید پرداخت بشه، باید واریز بشه. بله. که میشه 50-60 میلیون تومان به پول امروز. شما باید فرضمون رو کیس مجرد بذاریم، شما باید پول بیمه‌تون رو پرداخت بکنیم، فرض کنیم اونم 1000 دلار که میشه 30 میلیون تومان، میشه 180 میلیون تومان. تا اینجا پول بلیط رو حالا بین 60 تا 100 میلیون تومان بلیط، اونم بذارید مثلا حدود 270 تا 300 میلیون تومان. پول در واقع ویزا و حالا اگه مثلا وکیلی بخوام بگیرن، ما خودمون شهریه هم هزینه که میگیریم خیلی پایینه رو ویزای دانشجویی، آخر رو که رایگان میگیریم، برای ویزای پول خیلی کمی میگیریم. اونم حالا بگیریم مثلا با پول ویزا بگیریم مجموعا 2000 دلار، اونم بگید شما 60 میلیون تومان، یعنی با یه چیزی حدود 300 خورده 400 میلیون تومان. حالا جالبه، ما یه ویدیو گذاشتیم تو اینستاگرام مهاجرت تحصیلی با 480 میلیون تومان، اتفاقا خیلی هم کامنت های منفی گرفت اون ویدیو، برای اینکه کسی باورش نمیشه که با آره بعضی وقتا واقعا اینجوریه. ما الان بچه‌ها دارن مرتب میان دیگه با این شرایط. اینا مشکلی که وجود داشت اینه که تصور همه این بود که تمکن رو با شهریه اشتباه گرفتن، یا اینکه خب بعدش اومدیم استرالیا چی، چرا اونا رو حساب نمی کنید؟ توجه می کنید ما هزینه‌ای که داریم اعلام می کنیم هزینه یک شخصیه که میخواد بیاد وارد استرالیا بشه، نیمی از شهریهش رو پرداخت کرده و اومده داخل. داخل بله، که هفته بعد در موردش صحبت میکنیم، هزینه های زندگی رو داره. به حال خانم امامی، شما میخواین از ایران بیاین استرالیا، به نظر من برای کسی که سنش پایینه و این موقعیت رو داره، به نظر من موقعیتش واقعا اوکازیونه. یعنی کسی که بتونه با 400-500 میلیون تومان بیاد استرالیا، نصف شهریهش هم داده باشه، خب دیگه بقیه هزینه هاشو مثل همه یه ملیت های دنیا که با یه پول خیلی کم میان استرالیا، شما مثلا چینی ها رو درگیر موضوع نکنید، حتی به نظر من ایرانی ها رو که نسبتا نسبت به ملیت های دیگه با پول خوب میان، دانشجوهای ایرانی،
شما برزیلیا رو ببینین، کلمبیایی ها رو ببینین، آمریکای جنوبی ببینین، چطوری میان تو استرالیا، هندی ها رو ببینین، نپالی ها رو ببینین، اینا پولی ندارن، با پول خیلی کم، درسته. حتی خیلیشون با قرض میان تو این کشور، شروع میکنن تو این کشور کار میکنن، درآمد میکنن، چه بسا شهریه هاشون هم از توی کار در میارن. خیلی از این بچه هایی که میرن کالج شهریه هاشون هم از تو کارشون در میارن. هیچ ساپورتی از بیرون از در واقع کشورشون نمیشن. برای من تعداد زیادی کلاینت ملیت های دیگه دارم، خیلی متفاوت مدل نگاهشون، که حالا میگم هفته بعد در موردش صحبت میکنیم. درسته. ما تا رسیدن به استرالیا اینا رو گفتیم که واقعا برای کسی که شانس کالج داره این روزها، بله، با 400-450 میلیون تومن میتونه خودشو برسونه به استرالیا. اگر که دانشگاهی باشه خب به این اضافه کنید دیگه، و فرض مجرد، بازم تاکید میکنم مجرد، اگر که دانشگاهی باشه شما مثلا کسی بوده 10,000 دلار بهش دوباره زیاد کنید، چون باید شهریه بیشتری بدید، میشه بوده 700 میلیون تومان خودن حالا باید پرداخت بکنه که برسه به استرالیا. همین، من دیگه امروز نکته نکنم. مرسی آقای هموپور از تفکیک شرایط که بررسی کردیم برای هر سن. ممنونم از حضورتون در برنامه امروز و تا برنامه بعدی. خدا نگهدارت. ممنون از شما، متشکرم و خداحافظ.